خسته نباشید. اومدم ببینم موجودی حسابم چقدره. کارت ملی و دفترچه‌تون لطفا. من تو راه هم امروز هم دنده چپ باشم، فقط خوش دارم بیام شرکت نباشم. سلام، ببخشید. صبحت بخیر. صبحونه نخورده کجا؟ نه، دیرم شده. چرا بیدارم نکردی؟ خب دیدم دیشب دیر خوابیدی، خسته ای. کارت هم که نمیخوای بزنی. امروز سرم خیلی شلوغه. خداحافظ. به سلامت. الو، سلام. ببخشید، برای آگهی استخدام منشی تماس گرفتم. بله. باشه، منتظر میمونم. چیکار میکنی آقا مسیر؟ هیچی. دستگیری همه اتاقا رو درست کردم، فقط بوده مال مهندس جونم. بله. بفرمایید، یادداشت میکنم. بله. بله. الو، شرکت ارکیده، بفرمایید. خیابانه، بله. الو. خدا نگهدار. خط کی گفت شما گوشی رو جواب بدین؟ مگه شما دنبال کار نمیگردی؟ خب امروز و فردا که از این شرکت بری یکی با جواب تلفن رو بده. کی؟ من. خب دارم تبریم میکنم دیگه. آقا مصیب، یه وقت مهندس نگی من دارم دنبال کار میگردم. آ فهمیدی؟ گیر دادی یا ولش کن، اون خرابه باید عوض بشه. حالا یه باش بر برو. من کار خودم رو بلدم، شما به کار خودت بره. ای بابا، این حساسیت تو پدر بارم در بردا. پدر من یا شما رو؟ بازو باره چرا این گلونا رو گذاشتی اینجا آقا مسیب؟ خب قشنگه، نگاش بکن چه اشکالی داره. آقا مسیب، خواهش میکنم این گلونا رو بذار تو آشپزخونه. مرضم، مرضای قدیما.
من نمیدونم اگه به این آب و هوای آلوده مثلا حساس بودی یه چیزی، آخه یه خانم به گل و گیاه حساس باشه، من نمیدونم والا چجوریه. حالا من مرد حساس باشم یا هر چه ربطی داره؟ مگه حساسیت زن و مرد میشناسه؟ سلام آقای ظریف، خیلی خوش اومدید. رئیست گفته مردم اینطوری دست به سر کنی ها؟ ماشالله چرم ظریف. راستش این خطمون مزاحم تلفنی داره. مزاحم اول کن خانم، بگو ببینم رئیست هست یا نه. آخر آقای ظریف، آقای مهندس هیچ وقت دیر نمیاد. امروز نمیدونم چرا اینجوری شده که اینجوری شده. بفرمایید داخل اتاق. بفرمایید شما آقای ظریف. آخر قفلی اتاق خرابه، با تشریف ببرید اتاق تای راه رو، اتاق محافظ. فهمو تو دم در بده، چیزی شده؟ نه خیر. آقا مصیب چای بریز برای آقا. میگم سبز میخوری یا سیاه؟ چایی میگم ها. فهمیدم. تو که خودت کاسبی، دست تو کاره. اوضاع بازارم که میدونی، تو که این همه صبر کردی یه هفته دیگه هم بوش. ای بابا تو که اینجوری بگی دیگه وای به حال غریبه ها. ایشالله کار ما دیر و زود داره اما سوخت و سوز. ببین احسان جان، مثل که پشت خطی دارم، چشم بهت زنگ میزنم. چشم، باشه باشه. بله خانم، سلام، دارم میام. کی اومد؟ ببین خوب ازش پذیرایی کنی، نذاریم بره ها، بره بدبختم، نیام ببینم رفته. خیلی خوب، خودم باش تماس میگیرم. باشه. ای اون کی تموم شد؟ خوشکی شانس تازه پر شده بودن که بفهمین آقای ظریف. نه چایش سبز ها، تو روزنامه خوندم که ضد سرطانه، سیاهش ضرر داره، سبزش خاصیت داره. بجون تو من هیچ رقمشو نمیخورم، نه سبزش نه سیاهش. خیلی خوب، از این دمنوش بخور که واسه اعصابت خوبه. تو خودت رو اعصابی، ببر این دمنوش تا جوش نیوردن. دمنوش رو ولش کن، از این شکلات بخور کامت شیرین کن. نمیخوام. اکسیدان داره ها، واسه قلبت خوبه، رگای قلبتو باز میکنه. بجون میگم نمیخوام. پس چی میخوای مرد حسابی؟ برو از رئیست بپرس. فهمیدم. اینو بگی؟ فهمیدم. برم یه قهوه درست کنم بدم بخوری خوابت نگیرم. یکی نیست بهش بگه تو خودت سرطانی. یه راش بابا چرا منو میدار نکرد؟ خودش هم خواب میده بود. با این ترافیک من زورم نمیرسم. حالا پیش میگیری؟ اگه یه ساعت فشار نکشی و گیری سمالی میرسی. گریس نه جل. یه امروز ما تو سخ سخ نکن، خودت خوبی که اونجوری خسته و بی‌حالت اینجوری بهم میاد. خیلی خوب بابا، بیا قبل از اینکه بری اینا رو بگیر بیار. ماما میگم دیرم شده، سر کوچه سا حالا میشد بابا رو غافل گیر نکنی، خودش سر رو داره میاد بخره. قور نزن دیگه، قور نزن، قور نزن. خدیجه ماما زور شد، دل بکن از اون کامپیوتر. دختر خانم شما که همش دستش بنده کار داره. یعنی چی نمیخواین؟ جواب زر و زیان منو پس کی میده؟ نخیر شما مثل این که متوجه نیستین. الو؟ الو صداتون رو ندارم. الو؟ چیه؟ آقا گل میخری؟ مصنوعی؟ اشکالی داره؟ تا دیروز که طبیعی میفروختی؟ خب طبیعی زود میپلاسه، گرونم شده، نمیصرفه واسه ما. حالا چند تا بدم؟ پسر جون گل طبیعی شادابه، زنده است، بو داره، هر چقدر بابتش بدی ارزش داره. نه این خب اینم بو میده، بو کن. اسپری زدی؟ من میخواست یاد کنون 200,000 تومانی بزنم، حالا میخری یا نه؟ برو برو، من بابت گل مصنوعی یک قرونم نمیدم.
خسته نباشی. ممنون. چند تا؟ پرش کن. پرش. نزن آقا نزن بس. چیزی نزدم که. یکی نیست به این وشبه یه جیر دیدی ماشین شبیه من خریدی که چی بشه؟ بفهم. ای بابا چرا اشتباه برده باز این ماشینو؟ برمیست این بابای ما این روزا چشه؟ ببخشید یه اون خاموش کرده و روشن نمیشه. چی شد آقا؟ خاموش کرده. خاموش کرده؟ شما سر در میریم؟ با اجازت. یه مدته که اشکمو در آورده بس که هی خاموش میکنه. ببین تصویر پروانه ردیفه. با تلفن بتم درسته؟ اگر ترموستات نباشه حتما بالا رادیاتورته. خدا خیری داده. معلومه آدم واردی هستی ها. قربونت آقا. امروز برات ردیف میکنم ولی فردا حتما براش تعمیر کنم. اون دستمال تو نمیده. بیا دایی. ممنونم. مواظب باش. مینا اینو ببین چی نوشته. فیش اند چیپس یه غذای انگلیسیه و از اونجایی که تو این کشور به سیب زمینی سرخ شده چیپس میگن، اسم غذا درست بوده و ایراد شما به اسم غذا درست نیست. بقیهش بمونه وقتی دیدمت بهت میگم. آره دیگه همون هفت. میبینمت. خدافظ. چه عجب. مامان شما ماشاءالله وقتی گیر میدین دیگه ولکن نیستین ها. خب حالا چی میشد این یه بارو کارگر بگیرین؟ وقتی من تو بیکاریم کارگر بردن معنی نداره. اون روزم دکتر تو تلویزیون داشت میگفت که مامان سالی یکی دوبار به جایی بر نمیخوره. بعدش هم کوتاه فرداشا. امشب دختر. امشب؟ بله. ولی مامان امشب با بچه ها قرار رستوران دارم. ببین یه امشبو به جای اینکه به آشپزی دیگران امتیاز بدی بیا ور دست خودم وایس آشپزی کن به خودت امتیاز بده. تازه دو روز دیگه هم که ازدواج کنی دعا به جون من میکنن. این رستورانه چقدر دلبازه. گفتی کجا بود؟ حالا که انقدر کنجکاوین یه بار میبرمتون از نزدیک ببینین خودتون. این پسره رو؟ نه خیر این رستورانه رو. خب چرا نمیپرسین کیه؟ خیال خودتون رو راحت کنین. خب خودت چرا زودتر نمیگی خیالمو راحت کنی؟ این آقا پیش خدمت. ایوه خاک به سرم. میخوای زن پیش خدمت بشی؟ های مامان این بنده خدا عوض انعامی که از ما نگرفت خر شد یه عکس ازش بگیریم که دفعه دیگه با بچه ها رفتیم اونجا بدیم بهش بفرسته واسه خانواده شهرستان. همین. آخه خیالم راحت شد مادر. خب چرا زودتر نمیگی؟ امان از این فکر و خیال شما. چیکار کنم مادر؟ مامان این چندمین سالگرد ازدواجتونه؟ 25. یعنی بابام هم یادشه؟ حتما یادشه. ولی صبح که میرفت نشون نمیداد یادش باشه. پس اصلا صبح که بیدار بودی که باباتو ببینی؟ گفتم صبح. دیشب. بابا شوخی کردم. بابا شما که بهتر از من بابا رو میشناسین. تو هم حس کردی نه؟ آره بابا بعد جوری چند وقته تو فکره. با این حرفی که زدی اصلا دیگه دل و دماغ کار کردن ندارم. بیا گردگیری سالن و بقیه اتاقم با خودت. Thank you.
بابا آی ظریف قهوت هم که دست دازدی که اب نداره بیا آب پرتقال گرفتم برات ببین با دستای خودم گرفتم مصنوعی هم نیستا سردی گرمیت هم نمی کنه بفهم اونوش جان کن نمیخوام رئیست به اندازه کافی جگرمو حال آورده ای بابا میگم شما چقدر تعارفی هستی نکنه آب پرتقال دوست نداری ها پدر جان من دیابت دارم نه واسم سمه خب از اول میگفتی من قهوتو شیرین نمی کردم دهن خشکم که نمیشه اینه بگیر جان من بگیر خواهش میکنم بگیر آقای ظریف بگیر اینو جان تو بگیر بی خواهش کردم بگیر بگیر برم قهوه تلخ برات بیارم صبر کن ببینم آقا جون من قهوه تلخ نمیخوام بیا اینا رو با خودت ببر در ضمن یه بار دیگه اسم من بردی یا نبردی یا چرا اسم این قشنگی آقای ظریف باز میگه ظریف باز میگه ظریف دست از سرم بردار برو بیرون آقا برو بیرون ولم کن دیگه ظریفی دیگه ظریف جان ظریفی مادر اون شکر بده به من اومدم کجاست سر جاش دیگه تو کابینت یعنی عاشق این آدرس دادنتان کجای کابینت بابا باید کلوکی بکشم مادر بزرگ خدا بیمرزم گفت دختر باید خونه رو انگشتش بچرخونه نمیخواد بابا خودم میارم این دامن فعالیت زیاد میشه یعنی از درصد اون معلولیت ناتوانی ناشی از اون مشکل کاسته میشه در عوض به جای اینکه بخواد جوانی رو باز کنه سلام سلام چقدر دیر کردی بنده خدا خیلی وقت منتظرته کی صاحب اون ماشین خواهرزاده مهندسه خواست به خاطر ردیف کردن ماشینش ازت تشکر کنه برم صداش کنم اومدی نه با این سر و وضع خود اگه چشه کار تمیز نیست بی خیال اینجا تعمیرگاه نه کافی شاپ تو من فقط مکانیک ماشین این بابای نخاطر منظور میگم لابد طرف همینطوری قبولت داره که تا الان منتظرت مونده طرف کی واسه دختر مردم رفتن نه طرف خواهرزاده مهندسه درست نیه علف زیر پای سبت شه گیر دادی ها من چه من هم میخوام همینو باید بفهمونم آقای زرین سلام مونه مهنده زودتر بیا خیلی اخوان بشه آقا مسلیه برم آقا شکری جانم از من دل خوشی نداره بیا تو برو تو اتاق ببر آره برو دیگه چرا من؟ از بس پول پول میکنه مطمئنن از حسابدارا خوشش میاد چون ما ببری بهتره برو دیگه شکویی برو این طلب این یکی تقدر الاغل ما ها تکیب خودمونو بدونی برو شکویی نه بابا میترسم بند آب بدم از دهنم در بره بگم حساب شرکت خالیه نه از این خبتا نکنی بیچاره ای ما پس بیا خودت برو میگم از من دل خوشی نداره برم تو کار دستش میدم آ شایدم اون کار دست ما بده مرد حسابی یه جو غیرت و شامت داشته باش مردی گفتن زنی آقا اصلا بده من خودم میبرم من خودم میبرم میگم من نمیتونم آخه سلام آقای ظریف بفرما شیرینی شیرینی آوردی؟ بله دست شما درد نکنه خواهش میکنم شیرینی بخوره تو سرم من پولم رو میخوام نرو شیرینی بگیرم پولم رو میخوام چرا پولم رو میخوام چرا نگفتی نقدر توپش پره من چه میدونستم حالا چی کار کنیم؟ همش تقصیر شما هاست تقصیر آقا مصیبه به من چه هفته کنم صد دفعه نگفتم با این درو ورنرو حالا خوب شد شده تو هم شما میدونم همه اینا زیر سر این زرین ها خنده چی شد؟ بابا مصیب ولش کن کار از این خرابتر نکن اون عصبانیه برگو خانوم اصلا این نیمه لغاش باشتی بارو جوده مهندس هایی میکنه بزن این درو باز کنی نه حالم خوب نیست
نکنه بس میخیر دستمون. نه بابا اسمش ظریفه، پوستش خیلی کلفته. اصلا اینجور نمیشه، من باید با مهندس تماس بگیرم. خانم به مهندس نگی چی شده، فقط بگو خواهش رو زودتر برسونه اینجا. من حالم خوب نیست. الو الو، اونجا چه خبره؟ این سر صدا چیه؟ ببین خانم، یه امروز دارم دیر میام شرکت، یه کار سپردم دستتون. ظریف کجاست؟ خانم اون آدم حساسیه، یه وقت بهش بی احترامی نشه. سلام علیکم. سلام. با تلفن همراه داشتی صحبت می‌کردی؟ بله. مدارکتون رو بفهمید. بفرمایید. مدارک این خود رو عرض کردم. بله بله. باشه بابا باشه، تا یه ساعت دیگه اونجا. میدونی که من این روزا گرفتارم. خداحافظ. سلام آقای سرمدی. با آقای مهندس. چرا اینجا تشریف بردید بالا؟ همینجا خوبه، ما دیگه مشتری شدیم. آخه درست نیست اینجا، هر روز جلوی در. ببین مهندس، من که میدونم کفگیرت خورده تا ادیک، تازه به من گفتی سر برج همه چی ردیفه، حالا که آخر برجه. چندم امروز؟ 31. آدمی که چکش چند بار برگشت میخوره حساب دقیقه و ثانیهش هم داره، چه برسه به روز. ببخشید، پیش میاد دیگه. میخوام 100 سال سیاه پیش نیاد. نه مصیب، کار من نیست. هنوز خیلی مونده مصیبو بشناسیم. کار با دست کاردو باشه. آقای ظریف خوبین؟ نکنه بیهوش شده باشه. شاید هم سنکوب کرده. سنکوب که خوبه، میترسم درجه تمام کرده باشه. خدا نکنه آقا، زبانتو گاز بگیر. بیرام نمیگه خانم منشی. ببین قند که داره، فشارش هم بالا پایین میره، عصبی هم هست. حتما تا حالا تموم کرده دیگه. ای بابا جواب مهندس رو چی بدیم؟ اصلا همش تقصیر شما هست. اینجا چه خبره؟ سلام آقای مهندس. شما چتونه؟ چرا سر کاراتون؟ این تلفن خودشو کشته، میخوای جواب بدی؟ مصاحب یه پیرنی چیزی جور کن من بپوشم. ظریف رفتان؟ به خدا مهندس ما بی تقصیریم، در خودش خوف شد. چی میگه این چشه؟ شما این تلفن رو جواب نمیدی؟ آقای جواهریه، اصلا که چکش برگشت خورده یه ریز داره زنگ میزنه. آقای مهندس، من 2 دفعه تلفن رو جواب دادم، بهش گفتم اگه مهندس بیان میگن باهاتون تماس بگیرن، اما شما که تلفنش رو جواب ندادین فکر کرده پیچوندین، یعنی که فلنگو ببخشید. این حرفا کدومه؟ برین شماره شو بگیرین، وصل بکنیم اتاق من، جوابشو میدم.
ظریف رفت ها؟ آقای مهندس، آقای ظریف توی اون اتاق گیر کردن و درشون بسته شده. چی؟ سلام آقای ظریف، ببخشین چی شده؟ خیلی معطل شدین ها؟ باور کنین تقصیر من نبود، من از صبح همینجور دارم بعد میارم. از منتظر بعدیشم باش، بهت نشون میدم. منو تو اتاق حبس میکنی ها؟ من دیگه با تو هیچ حرفی ندارم. آقای ظریف، سوء تفاهم شده. بله میدونم سوء تفاهم شده. ظریف جان شما آروم باشه، دقیقه بیا تو اتاق من برات توضیح میدم. با من صحبت نکن ظریف، با من صحبت نکن، برو کنار. خواهش میکنم ازت، برو ظریف، برو. برات توضیح میدم آقای ظریف. ای بابا شما خرابه. مصیب، مصیب، امروز پای این نشین. دکتره تو تلویزیون میگفت اینایی که پای تلویزیون و لپتاپ و کامپیوتر این چیزا میشینن یا گوشه نشین میشن یا گوشه گیر. ما منظورتون گوشه گیره دیگه؟ آره بعدم خود دکتر مهندسش الان بیشتر از مصاحبه تو وبلاگ دارن. عزیز من اونا دکتر مهندسن، تو چی؟ امام منم دارم کار فرهنگی میکنم دیگه. البته من فقط در مورد معماری و فضای رستوران ها نظر میدم. دوستم هم روی طعم غذاها. عزیزم ولش، این به نهار فردا هم نمیرسه، خودم پاک میکنم، تو برو عکسات رو بنداز. آفرین دختر خوب. اوکی. ناخونک نزنی ها. گفتم ناخونک نزن. ماما این چرا انقدر شوره؟ تو باز شوخیت گرفته؟ شوخی چیه؟ بیام. ما کیکو خراب کردی که تو. خراب نکردم، یه ریزه از زیرش برداشتم دیگه. چقدر شوره؟ طوری نیست، همیشه کیک، یه بارم چیز کیک دیگه. چیز کیک به این شوری؟ حیف اونم زحمت. منو بیار بیرون. باید به اطلاعاتون برسونم که این آقای ظریف به اندازه 6 نفر نخندید. در صورتی که ظرفیت این آسانسور بدبخت فقط 4 نفره. در آسانسور باز کن به جای سخنرانی کرد. اطاعت میشه. بفرمایید. زرین منو بیار بیرون. سر اگه نمیتونی زنگ بزنم به آتش نشانی. نه اجازه بدید آقا مهندس. دقیقاً الان ظریف نصفش اینجاست. ظریف تو گوش کن، مصدر صحبت میکنه. خونسردی خود رو حفظ کن، یک نفس عمیق بکش، الان نجاتت میدم. فهمیدی؟ ظریف منو بیار بیرون. ظریف حسابات با هم میخونه یا نمیخونه به من هیچ ربطی نداره. 48 ساعت دیگه میام سراغت.
داری؟ حالا میخریدیم دیگه. آخه کی دیدی من کیک سالگرد ازدواجمو بخرم که این بار دوم باشه؟ آقا یه دقیقه بیاین اکثر ببین. کار دارم آخه دختر. یه دیگه، یه دقیقه است. ببین خوب شد؟ آره، آره خیلی خوبه. این چی؟ یه ظرفش بده. خب دختر این دستور آشپزیش هم پایینش می نوشتی دیگه، اینطوری شده فقط این تابلو نقاشی. نه دیگه، ما فقط در مورد خواص و طعم غذا می نویسیم، با دستورش کاری نداریم. البته بگم این خودش کمتر از آشپزی نیست. الان منتقدا اینقدر زیاد شدن همین منتقدای آشپزی، به خاطر همین آشپزا دارن روز به روز خلاق‌تر میشن. خیلی خوب خانم منتقد، پاشو ببین اون چیزی که می‌خواستی در اومده یا نه. بیا بچش. چش. بوش که خیلی خوبه. آره. قاشق اون بغله. به به مرغ ترش. ترشش با آب قوره است. آب نارنج. غذای رستوران رو هم همینجوری نقد می‌کنی؟ بابا خب برو کنار، برو کنار، برنج هم بابا. اوی. چی شد؟ هیچی هیچی. نمیدونم چرا قد دلم امروز آشوبه. مامان جان بار اولتون نیست که مهمونی میدی؟ نه یعنی آره. خب اولین باری که 25 سالگرد ازدواجمو جشن میگیرم. یعنی اینقدر؟ ببین من امروز خیلی سرم شلوغه، تو مواظب اون کیک باش. بگم میشه ایده از من باشه اجرا از یکی دیگه؟ چرا میخندی؟ من دماغم ضربه خورده، صدام در نمیاد، میترسم برم تو کلامم خوب منعقد نشه. آره خوب آقا رو بابا شما چرا اینجوری میکنین؟ کاری نداره که الان هممون با هم دیگه میریم تو اتاق مهندس بهش میگیم ما دیگه نمیخوایم کار کنیم. فکر خوبیه. کجا میخواید برید؟ چی میخواییم بگین؟ مثلا تو خیلی کار میکنی با اون دماغ گنده و مش خورده، خجالت بکشید برید سر کارتون. آقا مصیب ما به شما هم باید جواب پس بدیم. بابا اینو ولش کن، بالاخره چی کار میکنی؟ میری یا نه؟ نه این که من میگم نمیرید. آقا مصیب لطفا تمومش کن. ببین شکو جان، هر جا اسم مهندس جونم باشه من هستم. من اجازه نمیدم پشت آقای مهندس رو خالی کنید. ای داده بیداد، یعنی مال دنیا اینقدر ارزش داره به خاطر چند روز حقوقتون عقب افتاده این حرفا و این حرکات دارید خجالت بکشید؟ بازم اینو جو گرفته. اگه قراره به جای حرف زدن با اون بیایم با تو سر و کله بزنیم. اوه او داره درخت نیستا، اسم داره، جناب آقای مهندس احمد زرین. از ترس این توی شرکت نمیشه اسم مهندس رو برد. آره دیگه، خود شلوغش میکنین و به هم دیگه پاس میدید. به جون خودم اگه از اون در بیاد بیرون ها جرأت نفس کشیدن ندارید. میگی نه؟ الان بهتون میگم جناب آقای مهندس. آقای مهندس زرین. سلام. چیه چرا داد میزنی؟ هیچی، خواستم بگم قربان چیزی لازم ندارید خدمتتون بیارم. نه حالا چرا اینطوری؟ حالا توه تو امروز؟ مصیب کی بهت گفتم یه پیرن چیزی جور کن برای من بیار؟ چشم. چرا آقایون امروز همش تو راه هستن؟ باید زده بخش تشریف برین سر کارتون. بفرمین کجای شما؟ خب گفتم عجله دارم ها، 3 ساعت منتظرم. بفرمایید. چشم مهندس. خانم کلاهی رو بگیر و بست کن اتاق. چشم. تو که پیرن نیست که مهندس عزیزم پیرن میخواد. باید یه پیرن باشه که خوشش بیاد. باید خوبه ببینم حالا زینم ببرم ولی چیزی که خوشش بیاد. آها این گل گلیه دلشم شاد.
شد؟ ببخشید آقای مهندس، ولی با زیر رو کردن این دفترها نه رقمی کم میشه نه اضافه. میدونم. تاجیکستان چی؟ اگه اینجور بشه چقدر دستمونو میگیره؟ یه دقیقه صبر کنین. معلوم نیست این مسعودم کجا گیر کرده.